سلام خدا دوستان عزیز، سلام بر شما، وقتتان بخیر. به یک دیگر از برنامه های چارسوخ شما رو خوش آمدید عرض میکنم. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراه باشین. در این برنامه رفتیم به سراغ میوه فروشان و از میدانبار قفسلان بازدید کرده و این برنامه رو تهیه کرده و تقدیم شما خوبان بیننده میکنیم. برای راه اندازی اصولی میوه فروشی در ابتدا باید با آن آشنایی کافی پیدا بکنیم. به طور کلی شغل میوه فروشی شامل ارائه میوه های تازه و ارزان به مشتریان است. در صورتی که قبلا با میوه ها سر و کار داشته اید، چه کشاورز باشید یا در میوه فروشی کار کرده باشید و حتی اگر علاقه به تهیه و ارائه میوه های تازه به مردم را دارید، احتمالاً برای این کار مناسب خواهید بود. مهمترین نکته در شغل میوه فروشی شناخت محصولی که در حال فروشان هستید، یعنی میوه است. همچنان باید راه های ارتباط و تهیه میوه تازه و با کیفیت را بشناسید. به طور کلی فرایندهای روزمره میوه فروشی شامل خدمت رسانی به مشتریان و چیدن و پر کردن قفسه های میوه می شود. همچنان سفارش و تحویل گرفتن بارهای میوه فروشی نیز اگر خودتان کشاورز نباشید از دیگر مسئولیت های روزانه میوه فروشی است. اگر هم کشاورز هستید و محصولات خودتان را می فروشید، برداشت و انبار کردن میوه ها از دیگر مسئولیت های روزانه میوه فروشی به حساب می آید. سلام، به شما وقتتان بخیر. خود کوتاه معرفی بکنه. علیکم السلام، عبدالعظیم کریمی هستم، وکیل میدانبار برادران یوسفی قفسلان. تشکر. آی یوسفی گفتن درسته؟ آی یوسفی از چند مدت به این طرف وکیل صنف میوه فروشای قفسلان کریمی ببخشید. تقریبا در حدود یک سال خوردی میشه که ما انتخابات داشتیم داخل میدانبار، به رأی مردم وکیل مردم انتخاب شدم. در حدود یک سال خوردی میشه. اکثریت و کسی که اکثریت رای برده باشه وکیل میشن دیگه. اکثریت رای آرار بردم، وکیل منتخب و مردم تعیین شدم. بله. چون فصل میوه هست و دیگه صحبت بکنین که مثال فصل میوه چطور است، یعنی بیشتر شده محصولات، کمتر است، چون در میدان بار معلوم میشه دیگه. الحمدلله محصولات امسال هرات میوه سردرختی زیادتره، اما بازار خرابتر از پارسال، چون مردم از لحاظ اقتصاد مشکل دارن، به صورت اقتصاد قوینیه و بار زیاد میایه، منتها بار میمانه داخل میدان و مجبور میشم بار خیلی برزونی سودا میکنم. میوه از پارسال امسال سردرختی بیشتره. حالا صحبت های وجود داشتن که شفتالو چون فصل در فصل سرما مشکل خورده بودن، یعنی با خنکی خورده بودن، یک مقدار محصولاتش کمتر است. گفتای شما چرا خم است؟ میوه‌ای که تقریبا به مشکل خورده انجیر، عناب، انگور،
انگور کمتر از پارساله، انارم منتها شفتالو، زردالو، آلو چیزا انشالله حتی بیشتر از پارسال بیاماده. دهقان ما امسال شکر خدا بیشتر از پارسال حاصل میوه سردرختی داره. بجز از انگور و انجیر و چند نوع میوه کسته، اینا رو کلا سردی که مشکلات بزرگ وجود آورده، در غیر از او میوه سردرختی هسته، بیاماده، زیاد آماده و میایه. یعنی کم نشده؟ نه. چقدر بیشتر شده؟ تو آمار دارین؟ سال به سال انشالله دهقان ما رشد میکنه. ما 2 سال قبل، 3 سال قبل اگر حال مقایسه بکنیم، انشالله امسال بهترتر از 2 سال قبل، 3 سال قبله. منتها میوه زیادتره، منتها بازار خرابتر از دیگه سالا کرده، چون اقتصاد مردم ضعیفه. روی موضوع صحبت میکنیم آقای کرمی، از این موضوع هم صحبت بکنین که دلیل رشد دهقانا در قسمت محصولات چه میتونه باشه، چه دلایل وجود داره؟ بیشتر مردم ما فعلا به کشاورزی رو آوردم، چون دیگه کسبای به داخل افغانستان به خصوص به هرات کسب و کار به او صورت نیه. اکثر برادرها کوشش کردم و کوشش میکنم که به دهقانی و به کشاورزی رو بیارم، دلیل همینه. بله، از این خاطر بیشتر شده دیگه. خب حال از قیمت ها صحبت بکنن که قیمت ها نسبت به سال گذشته، قیمت میوه ها پایین آمده یا بلند رفته؟ این تر آمده. 1-4 کیلو زردالو پارسال در حدود 300-350 تا 400 سودا می شد. امسال همو بیترین زردالو به 150 و 160 روپه و تا به 180 روپه سودا می شه. شفتالو این شکل ارزونه، سب ارزونه. 1 من سب 4 کیلو سب دهقان میاره میده به 30 روپه یا به 40 روپه کیلو، 10 روپه یا کیلو 7 روپه. دیگه ارزون تر از دیگه سال، امسال میوه در کل ارزونه. شاید در پیش بیننده ها سوال خلق شده باشه که چرا ارزان شده این سال؟ 2 علت داره. 1 علت اینه که گفتم، بازم دوباره تکرار میکنم، میوه امسال بیشتر از دیگه سالهای میوه سردرختی. و 1 علت اینه که اقتصاد مردم ضعیفه، کش نمیکنه. زمانی که میوه از داخل هرات، از 15 ولسوالی هرات به داخل این میدان بار، ما میوه سردرختی داریم که میایه برای ترکری به زی فصل از فرا و دگه ولایات میایه. به هر صورت میوه ما از 15 ولسوالی هرات میایه داخل از این میدان بار. زمانی که میایه رو هم مفته، وقت اقتصاد مردم هم ضعیفه، دگه بخواهیم و نخواهیم تاثیرات رو بازار میگذاره، رو میوه دهقان ما میگذاره و مجبور ارزان تر سودا کنه. حالا کدام تصمیمی وجود نداره که نه، یا سردخانه چیزی با دولت صحبت نشده که به بیرون از کشور نه صادر شوه؟ مکررن رو از این مساله اکثر رسانه‌هایی که اومدم اینجا، ما تاکید ما همی بوده، دهقان ما خواهشی از اینه، کشاورز ما خواهشی و از امارت اسلامی همینه که یک سردخانه، حداقل 2 سردخانه به هرات اگر جور بشه، یک رفعیت برای دهقان ما، برای کشاورز ما، یک همکاری اگر بشه از طریق بزرگان امارت اسلامی، خیلی کار نیکی میشه. هنوز ساخته نشده؟ هنوز نشده. هنوز ما مشکل سردخانه داریم و هنوز جور نشده. به خصوص یکی دو تا سردخانه خصوصی که هست از طریق دولت، هنوز جور نشده. شما صحبت کردین مستقیما با اونا، با مقام های امارت اسلامی نشستین که همچنین موضوع هست، حالا میوه های ما امسال زیاد شده، نیازه که به خارج از کشور صادر شود؟ بله، ما از طریق رسانه ها می خبر رو گوش بزرگای امارت اسلامی برسیده و از طریق پیشاوران هم ما درخواست تر بکردیم، از طریق شهرداری درخواست تر بکردیم. انشالله رو از این پروسه کار میشه، به یاری خدا قولای هم بدادم که این مسئله انشالله حل میشه. میخوایم آخرین سوال گونه بپرسم که چند دکان است و چند عضو دارن در اتحادیه؟ حالا اتحادیه خود ندارن، میدان بار بسن. در حدود 130 دکان داریم داخل از این میدان بار. در حدود 300 تا 400 تا ما دست فروش داریم، کسب و کار داریم که صبح میاد تا شب اینجا میبر میخره میفروشه، و در حدود 3,500 تا 4,000 هم روزانه ما مراجعین داریم داخل از این میدان. حالا اون دست فروشایی که اینجا میان، اونا کرایه از چه قسمه است؟ کرایه گرفتن میشن نمیشن؟ به طول 11 سال یا 12 سال که این میدان تاسیس شده، از هیچ برادر پول اینجا گرفته نشده. روزانه میایم مجانی داخل میدان به خود کار میکنم و به مشکل فعالیت میکنم. پولی در بدل پول کسی از اون در بدل کاربار پولی نگرفته. بله، از دکاندارا گرفته میشد. دکاندارا، بله، از دکاندارا. اکثرا دکاندارا سرغلفیه، اوی هم که متبقی از او کرایه کرام میده. کدام گفتنی اگر باشه که ما نپرسیده باشیم، کامره در اختیار شما هست. تشکر از شما، خوش آمدیم، سلامت باشیم. و گپ منیه، گپ دهقانه، گپ کشاورزه.
اگر ریاست زراعت، بزرگای امارت اسلامی به پلوی دهقان و کشاورز ما از هر لحاظی، از لحاظ کود و دوا و چیزا و از لحاظ سردخونه استادگی بشه، همکاری بشه، انشالله زراعت و کشاورزی ما نه در سطح هرات، در سطح کل افغانستان پیشرفت میکنه. مزایا و معایب شغل میوه فروشی. مطمئنا شما نیز تا به حال در مرحله قرار گرفته اید که نمیتوان تصمیم قطعی گرفت. راه اندازی میوه فروشی نیز ممکن است از این دست تصمیم ها باشد. یکی از راه های حل مشکل آشنایی با مزایا و معایب شغل میوه فروشی است. مزایای شغل میوه فروشی: بازار رو به گسترش پیوسته، تقاضا برای محصولات تازه و میوه ها مخصوصا در مناطق شهری روز به روز افزایش می یابد و بازار این صنف به صورت پیوسته گسترش خواهد یافت. بهبود سلامتی: یکی از لازمه های پیشرفت در این صنف سالم نگه داشتن محیط است. به واسطه این محیط سالم و تمیز و وجود میوه های تازه و فعالیت مداوم، صاحب نوع از کسب و کار همیشه شانس سلامتی بالاتری را خواهد داشت. با توجه به جامعه هدف گسترده در این صنف، در صورتی که تمام اصول موفقیت در راه اندازی میوه فروشی را رعایت نمایید، می توانید از طریق حاشیه سود بالای این صنف درآمد خوبی را تجربه کنید. بدون نیاز به تخصص بالا، شغل میوه فروشی به صورت خلاصه شامل تحویل گرفتن، چیدن، نگهداری و فروش میوه می شود و بدون نیاز به تخصص بالا و با دانستن نکات مهم مربوط به این صنف می توان اقدام به فعالیت در این صنف کرد. بدون نیاز به سرمایه خیلی بالا، برای راه اندازی یک میوه فروشی نیاز به سرمایه خیلی بالایی وجود ندارد و با یک سرمایه معقول می توان اقدام نمود. از دلایل این امر می توان به عدم نیاز به صرف هزینه بالا برای دکوراسیون و دستگاه های پیشرفته و غیره اشاره کرد. راه اندازی سریع: برای فعالیت در این شغل و راه اندازی میوه فروشی به دلیل سادگی نوع فعالیت نیاز به صرف زمان بالایی وجود ندارد. روحیه بخش بودن: در یک میوه فروشی می توان انواع رنگ ها را مشاهده کرد. همین موضوع می تواند روحیه شما را بهبود ببخشد. آجام سلام، بر شما وقتتان بخیر. خود یک معرفی بکنن. من غلام سخی هم از چهارباغ فیروزه، دروازه قندار. آجام ما صحبت بکنن که چقدر آلو خریدین امروز؟ امروز صد من میشه. همین صد منه که خریدین، روزانه هم صد من میفروشن؟ بعض روزا فروخته میشه، بعض روزا نمیشه. زردالو هم که خریدین دیگه؟ بله، زردالو به 70 خریدیم. قیمت ها چند سال میشه اصلا کلا میوه میخرین و میفروشین؟ امسال میوه میفروشین. خب امسال وضعیت میوه چطور است؟ گران، ارزان است به نظر شما؟ گرانتره. چطور گران شده؟ گران شده دیگه، اوگیری ها زیاد شده. دیشکاری دیش میدم. شما روزانه صد من میگیرین و صد من هم میفروشین؟ برخورد نمیکنه. صد من میشه، 50 من میشه، دو خروار میشه، برخورد نداره دیگه. سودا میشه، بعد روزانه میشه سودا. یک روز زیاد، یک روز کم. یک روز کم. بیشتر مردم زردالو میخرن یا آلو؟ آلو میخرم، زردالو میخرم، سیب میخرم. کدامش بیشتر علاقه من داره؟ یعنی زردالو مردم خیلی خوش دارن یا آلو رو؟ ها؟ آلو رو بیشتر خوش دارم. گوجشید میکنم.
فایده بیشتره. از این هم صحبت بکنین، کالوهای شما خریدین از کدام منطقه میاد؟ دیگه منطقه نمیفهمین، روستا میایه. شما از دهخان میخرین، از باغدار بایست؟ ما باغدار میخریم. کلون چنده برای شما میمانه؟ کلو یک روپیه، دو روپیه. باز برای شما فایده میمانه یکوان چیزی؟ ها میگم کلو یک روپیه برای ما میمانه. کلو یک روپیه از در کل صد منش دیگه 400 کلوی؟ 400 کلوی 100 روپیه 200 روپیه میمانه، برخورد نمیکنه. با میزون چینی هم میدیم. زردالو کلون چند است؟ زردالو کلو 20 روپیه. شما باز کلون چند میخرین؟ من؟ شما کلون چند میخرین؟ کلو 17 روپیه، 16 روپیه. شما باز همیتو منو نمیدیم، منو نمیخرین، منو نمیدیم. کلویی نیست بایست؟ نه کلویی نیه، نه. اما مشکلاتی میوه فروشی، تاریخ مصرف میوه ها در هر صنف، تاریخ مصرف محصولات یکی از اصلی ترین فاکتورهای بقای کسب و کار است. با توجه به اینکه میوه ها عمر بسیار کوتاهی دارند، در صورتی که نتوانید بازار بی درستی برای کسب و کار خود داشته باشید یا محل میوه فروشی شما درست انتخاب نشود و نتوانید قبل از فاسد شدن میوه ها آنها را بفروشید، متحمل ضرر خواهید شد. فعالیت بدنی بالا، یکی از مهمترین اصول فعالیت در صنف میوه فروشی جایگزینی و چیدن میوه های تازه بلا فاصله پس از فروش میوه های قبلی است. این امر با توجه به مداوم بودن آن ممکن است انرژی بالای را از شما بگیرد. تهیه میوه مداوم، یکی دیگر از قسمت های مهم میوه فروشی مربوط به خرید و تهیه میوه و محصولات داخل مغازه است. در یک دکان میوه فروشی باید به صورت روزانه و هر صبح زود میوه های جدید خریداری و به محل کسب و کار آورده شود. این امر در صورتی که فاصله شما با میدان میوه و میدانبار اصلی محل کسب و کارتان دور باشد، میتوانید کار پر زحمت باشد. عدم وجود تعطیلی در شغل میوه فروشی، برای موفقیت و ضرر نکردن باید به صورت مداوم فعالیت کنید و مغازه شما باز باشد. چه بسا در زمان تعطیلی مشتریان این صنف بیشتر نیز خواهند بود. پس می توان این گونه بیان کرد که در صنف میوه فروشی هیچ تعطیلی وجود ندارد. سلام بر شما، خود معرفی میکنین؟ سلام علیکم، غلام محبوب نوری هستم، یک تن از دکانداران میدان بار قفسلا. تشکر آقای نوری، صحبت بکنین که چند سال از کاروبار فروش میوه داره؟ تقریبا 13 سال کار میوه میکنه. در این 13 سال کدام فصل بیشتر شما درآمد بیشتر داشت؟ به فصل زمستون کاروبار بیتر و درآمد هم بیشتر. چرا فصل زمستون حال خب فصل میوه حاله؟ و باز ما کار ما میوه خریجیه، به اول میوه خریجی کمتره، به زمستون کاست بیشتره میوه خریجی، درآمدی بیشتر تره. یعنی اول در این فصل هم میوه خارجی بیشتر میاد؟ کمتره، با اول به این فصل یا گهم یا که میوه از پاکستان و همی کله دیگه مالته دیگه چیزی نمیوه از خارج. باز مالته و هم در داخل در بازار هرات نیست؟ نه با بازار هرات نیست. یعنی باقای هرات مالته من چیزا نداره؟ ایراد نه هم داره، نه مالته داره، نه کله داره، نه هم از خارج میاد. قیمت هایشان نسبت به سال گذشته چه اندازه؟ قیمت های به سال گذشته ارزون تره. امسال ارزان شده؟ نیه کسی نیه که میوه بخره، میوه خوره هم برفتم از افغانستان، نیه کسی. امنایی کم اینجا میوه نمیخورن؟
نه به واجه پارسال و پیرسال نیست. چقدر گران شده؟ یعنی یک کیلو کلر شما میارین منو نمیفروشین، کیلوی میفروشین، چقدر گران شده؟ کیلوی میفروشیم، یک کیلو کیله خوب فهمی فعلا به 65 روپیه 70 روپیه. پارسال یک کیلو کیله به 100 روپیه 90 روپیه بود. پارسال یک کیلو هم یک کرد هم بود به 700 هفتنیم صد ولگ، یک کرد هم هست به 400 380 400. فکر میکنه ارزان تر هم شوه؟ ارزان تر هم هنوز میشه ولی همیت ادامه کنه ارزان تر هم میشه. سنال فصل میوه خود بازار هرات ده که از دهقانا میاد دیگه. ولی اگه یک فصل خود میوه تنی هم هست این میوه کمی ارزان تره. بازم نسبت به اونها اینا گران نیست؟ نه گران نیه، چون اینا از خارج میاد، بگذر زحمت و کرو و مصرف بازم ارزونه. به وجه پارسال کرده ارزان تره. چطور داخل بازار هرات شما از میوه وطنی استفاده نمیکنین که برای فروش ارزان نمیکنه؟ خب چون کار ما اینه، چون اونا دیگه موندگری نداره به دکون، اونا امروز روزمره دیگون از باغ میکنه میاره به داخل میدون امروز سودا میکنه، اونا موندگری به دکون نداره که ما بیاریم رو به دکون نگاه داریم که برای ما سود کنه، اونا امروز روزمره کنده میشه از باغ میاره به داخل میدون فروش میکنه. شما سردخانه هم داره؟ نه سردخانه نداره. باز اینا که چند مدت بمانه خراب نمیشه؟ این تاجرا که هست سردخونه دارن، باز ما سردخونه اینا رو کرام میکنیم میبریم بم داخل سردخونه، میوه که مونده بگذاریم نگه داریم بم داخل سردخونه، چند تا تاجری هست سردخونه داره نگهداری میکنه. چند روز اینمی میوه که شما دارین بعد از چند روز خراب میشه اگر به سردخونه نرن؟ به سردخونه می پرتقال تا 4-5 ماه موندگری داره به داخل سردخونه. غیر از سردخونه؟ غیر از سردخونه به زی هوا گرم 4-5 روز بیشتر موندگری نداره به داخل دکون. دیگرایش همه قسمه؟ دیگرای همه قسمه بله. هوا چون گرمه به زمستون که هوا سرده باز تاب و مقاومت بیشتر تره که چون هوا سرده. این فصل بیشتر کدام میوه خارجی میایه؟ کله میایه و هم میایه، بیشتر تر کله و همه. حالا فصل کله شده؟ فصل کله بله. خب دیگه پرتقال هم که کم کم میایه دیگه؟ پرتقال هم دیگه بم سردخونه گذشته از برج یک و دو که آمده بوده تا میاله بم سردخونه گذشته که بازار هم اکثر فروشی نداره بم سردخونه گذشته روزمره خواهد چی که فروش داشته باشم از سردخونه میاره میفروش. این روزها فصل برداشت میوه‌های سردرختی در شهر هرات است. میدانبار قفسلان جنب و جوش دیگری دارد. باغداران از هر ولسوالی هرات برداشت‌های میوه‌شان را به میدانبار می‌آورند. دستفروشان صبح زود از خواب بلند شده و راهی میدانبار می‌شوند تا بتوانند میوه باغداران را با قیمت مناسب بخرند و با سود بیشتر به فروش برسانند. طبق گفته وکیل صنف میوه‌فروشان میدانبار قفسلان امسال باغداران میوه بیشتری برداشت نمودند و این امر نوید است برای اینکه در سالهای بعدی هرات به سوی خودکفایی از نگاه برداشت میوه برسد و سپس زمینه برای صادرات میوه هرات فراهم شود. خب از دانی بیننده در کنار میوه فروش ها قرار داریم، با یکی از اینا صحبت میکنیم. سلام بر شما، وقتتان بخیر. سلام تیار هستم جان شما جاره. زنده باشن. خود معرفی میکنین؟ عبدالقیوم. فامیلی شما؟ علیزایی. آقای علیزایی، خب کاروبار میوه فروشی در این فصل چطور است؟ حالا فصل میوه هم هست. خوبه، بد نیه. خب گرانی است، ارزانی است، فروش زیاده کم از اینا نیه. بیشتر گپ بزن. فروش اصلا نیه. دو بجه شو ما میایم این بار میخریم مثلا
ام ساعت 8 و 9 اگه فروختیم فروختیم تا به 2 و 3 که بوندیم و هم بدیم به تاون بدیم، کاروبار نیه. چطوری تو کم شده فروش؟ نمیخرم، مردم خرابه، چیزی نیه. چرخار بازار جمع کردم، بساتیار جمع کردم، کسی نیه که چیزی به از ما بخره. بساتیار چرا جمع شدن؟ این تو دلیلش معلوم شده؟ امارات اسلامی نه، پنچر داخل بازار جام کرده اونا، گفته باید نباشین داخل بازار. ولی خب میگن که پس اونا رو میگذارن داخل بازار. میگذارن اون تو به جای اونا میگذارن که کسی بار از اونا نمیخره. مثلا اپل کاربار به زیر بر اونا میگذاره، بار از اونا کسی نمیخره. باز از این هم گپ بزنین که مثال میوه گران شده ارزان شده، مثلا شفتالو من چنده؟ شفتالو از من 100 ریپ تا به 300 شفتالوه. یعنی خوبه بعدش فرق میکنه گران و ارزان داره. بله بله. پارسال چه اندازه بود؟ پارسال هم همین قیمتا بود. من تا پارسال خرید فروش زیاد بوده. اگر خرید فروش کم شوه ارزان تر میشه یا گران؟ آه دیگه نمیخرم ارزان تر میشه. چون پارسال که بود اگه به نیمروز به فرا به غلنه و اینا بارگیری ها بود اگه مردم خرید فروش زیاد بوده، امسال نیه. حال در دیگه ولایت ها نمیره از این شفتال های شما؟ میره میره، کم میره، به قندهار میره، فلان به غلنه میره. فرا چه؟ غور و میره من تو کم میره. او تو که سابق مثلا روز 10 متر، 8 متر، 5 متر، امسال بسته مثلا 2 متر، 3 متر بیشتر نمیره. به خاطر گرانی است یا وضع اقتصاد مردم خراب؟ اقتصاد مردم خرابه. شما چند نوع میوه رو میگیرین و میفروشین باز؟ ما اینجا شفتالو، آلو گیلاس، زردالو، سیب شکره، ناک، شبرنگ، این میوه رو ما میخریم و میفروشیم. در کل بازار هرات یعنی کسای میوه هایی که در داخل هرات تولید میشه، یعنی باغداران هرات میاره اینجا در میدان بار، چند نوع است در کل اگر حساب بکنه؟ اگه او تو حساب کنید 10-20 رقم هست که من تا محمد حساب داده نمیتونه. کلن به 20 نوع میرسه؟ بله بله بله. ترینش همی شفتالو و آلو و زردالو و شفتالو هست، آلو بلو هست، آلو گلاس هست، شبرنگ هست، ناک هست، زردالو هست، مثلا انگور روچه هست، خلیری هست، همی فلانی که با بازار همینه که هست دیگه. فعلاً کدامش بیشتر فروش داره؟ فروش همی آلو بلو بیشتر فروش داره، مثلا ناک بیشتر فروش داره، شبرنگ بیشتر فروش داره، کمه چون خاطر اینکه کمه بیشتر فروش داره؟ بله، تازه هم با بازار آمدم اینا. آلو خب فعلاً خیلیه. آلو کسی میخرم، اشته نمیخرم، آلو رو هم میخرم. شما گفتین بعضی میوه ها چون کمه بیشتر مردم میخرن. مثلا همین آلو بلو کم زیاد میخرم، شبرنگ تازه آمده با بازار زیاد میخرم اونا رو. بروز 20 کارتون یا 10 کارتون میاد همینا رو خوب میخرم. بله، حالا بگین که چه مشکلات عمده دیگه غیر از اینکه بازار شما خرابه دیگه چه مشکلات دار؟ مشکلات دیگه ما دیگه مشکلاتی نداریم. ما شو میایم تای میدان با چند کارتون باری بخوام میخریم و فروختیم فروختیم نفروختیم اینجا میذاریم میریم با خانه خواب فردا میاد. دیگه مشکلاتی ما ندارین دیگه. باز روزانه چند درآمد دارین؟ 2000 بگیر ما میایه روزانه. خب واقعیت بگی ما دیگه یک نفر یا چند شریکم؟ 200 شریکم. مثلا ما اونده 50 کارتون 60 کارتون میخریم 2000 هست خدا نیست نمیکنید کم زیاد میشه دیگه اینو. خالص دیگه بس. آه اینجا میدان بارم از پیش شما کدام پولی چیزی میگیره نه؟ نه ما میدان بار صاحب میدان بار رزی می میل که به خدمت ما بخدیش ره صاحب میدان بار هم میتونه میگه آزاد میم خود کاروبار کنی. عزیزان بیننده رسیدیم به پایان برنامه چارسوخ این هفته. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشه و معلومات کافی از این برنامه برده باشند. تا برنامه بعد خدا نگهدار.